دنیای کتاب صوتی با افتخار تقدیم می کند. لطفاً قبل از گوش دادن چنل دنیای کتاب صوتی را سابسکرایب کنید و نشانی زنگوله را فشار دهید تا شما اولین کسی باشید که هر شب بعد از آپلود کتاب صوتی آن را دریافت می کند. تنها برای حمایت از ما کافی است که این کتاب صوتی را لایک بفرمایید. چگونه آقا محمد خان قاجار را خواجه کردند؟ آقا محمد خان قاجار چگونگی ورود خود را به قریه تنگ سر از محال اشرف برای هیچ کس حکایت نکرد و مورخین دوره قاجاری هم از ذکر وقایعی که برای یک مورخ اروپایی جالب توجه از خودداری کرده اند و همین قدر نوشته اند که آقا محمد خان قاجار در قریه تنگ سر از محال اشرف به دست سربازانی که محمد خان سواد کوهی حاکم استراباد فرستاده بود دستگیر گردید. فارستر جهانگرد انگلیسی در کتاب خود به عنوان از بنگاله تا انگلستان می نویسد: آقا محمد خان قاجار با 10 تن از همراهانش وارد قریه تنگ سر واقع در منطقه اشرف شدند و اسب‌های خسته خود را بستند و چون خیلی خسته بودند به خواب رفتند و هنگام خواب دستگیر شدند. سرهنگ گولد اسمیت انگلیسی در کتاب خود شرحی می نویسد که بیشتر با روحیه آقا محمد خان قاجار که مردی دقیق و منظم و مال اندیش و یک سردار جنگی بود وفق می دهد و او می گوید: آقا محمد خان بعد از اینکه وارد منطقه اشرف شد و بر اثر خستگی مفرط خود و همراهان و اسب‌ها مجبور شد که توقف نماید، دو نگهبان گماشت و امر کرد که آن دو قبل از خاتمه مدت نگهبانی دو نفر دیگر را از خواب بیدار نمایند و بعد از اینکه آنها شروع به نگهبانی کردند استراحت نمایند و در موقع نگهبانی بی انقطاع یک دیگر را با صدای بلند صدا بزنند که خوابشان نبرد و بعد از اینکه سربازان محمد خان سواد کوهی برای دستگیری آقا محمد خان قاجار آمدند، نگهبانان فریاد زدند و فرمانده جوان خود را مطلع کردند. آقا محمد خان قاجار با وجود مجروح بودن برخاست و جنگید و باز مجروح گردید و جراحت جدید او را از پا درآورد و آن وقت سربازان محمد خان سواد کوهی او را دستگیر کرد. سرهنگ گل اسمیت انگلیسی این واقعه را از زبان وکیل الملک حاکم کرمان شنیده و وکیل الملک اظهار کرد که این شهر را از زبان پدرش استحمار کرده و پدر او در دوره سال خوردگی هنگام ورود سرجان ملکم سفیر انگلستان به ایران از طرف فتح علی شاه قاجار میهمان او بوده است و وکیل الملک حاکم کرمان به گولد اسمیت انگلیسی گفت که پدرش تمام وقایع دوره سلطنت آقا محمد خان قاجار را به خاطر داشت و در مورد بعضی از آن وقایع شاهد عینی بوده و چگونگی وقایع را به چشم خیش دیده است. و فارسر انگلیسی در سیاحت نامه خود نوشته که آقا محمد خان را در خواب دستگیر کردند و مثل سرهنگ گولد اسمیت از یک منبع قابل اعتماد کسب خبر نکرده است. طبق اظهارات وکیل الملک حاکم کرمان خطاب به سرهنگ گولد اسمیت انگلیسی، آقا محمد خان قاجار چون مجروح بود نتوانست به راه پیمایی ادامه بدهد و خود را به گیلان برساند.
و زخم‌های بدن و خستگی مفرط او را مجبور نمود که در تنگ سر از محال اشرف واقع در مازندران توقف و استراحت نماید و اگر مجروح و خسته نبود به راه ادامه می داد و محمد خان سواد کوهی حاکم مازندران نمی توانست او را دستگیر نماید. اینک بحث ما به مرحله ای رسیده که باید در خصوص خواجه شدن آقا محمد خان قاجار صحبت کنیم. در تواریخ نویسندگان دوره قاجاریه موضوع خواجه شدن آقا محمد خان قاجار مسکوت گذاشته شده و فقط نویسنده کتاب روضت الصفا که یکی از کتب تاریخی دوره قاجاریه است این موضوع را در کتاب خیش ذکر می نماید و می گوید. علی شاه که اسم دیگرش عادل شاه بود، آقا محمد خان قاجار را در سن 7 تا 8 سالگی مجبوب کرد. کلمه مجبوب از ریشه عجب است و کلمه اخیر در زبان عربی به شطوری اطلاق می شود که کوهانش را بریده باشند و هاکذا به مردی اطلاق می گردد که طبق دستور حاکم آلت جنسی او را قطع کرده باشند. در قدیم این کیفر یکی از انواع مجازات ها بوده است و نویسنده کتاب روضت الصفا که می نویسد آقا محمد خان به حکم عادل شاه در سن 7 یا 8 سالگی خواجه شد نمی نویسد برای چه عادل شاه برادر آقا محمد خان را خواجه نکرده است. چون اگر منظور عادل شاه این بوده که نسل محمد حسن خان رئیس طائفه اشاق باش قد شود، می باید حسین قلی خان برادر آقا محمد خان قاجار را که بعد ملقب به جهانسوز شاه شد و پدر فتح علی شاه قاجار می باشد نیز خواجه نماید و عادل شاه حسین قلی خان را خواجه نگرد. میگویند که آقا محمد خان قاجار در منزل سید مفید استرابادی خواجه شد و حسین قلی خان برادر آقا محمد خان قاجار در سن 7 یا 8 سالگی آقا محمد خان در همان خانه بوده است. با توجه به این روایت عقل قبول نمی کند که عادل شاه برادر مهمتر را خواجه نماید و از خواجه کردن برادر کهتر خودداری کند. حضور آقا محمد خان قاجار و برادرش در خانه سید مفید استرابادی در سن 7 یا 8 سالگی آقا محمد خان مورد تردید است و با ردیف تواریخ مربوط به محمد حسن خان و زوجه‌اش جیران وفق نمی دهد. و چون ما وقایع مزبور را از نظر خوانندگان گذرانیده ایم آن را دیگر تکرار نمی نماییم. سرهنگ گلد اسمیت انگلیسی می گوید که آقا محمد خان قاجار بر اثر اینکه ضمن زد و خورد با سربازان محمد خان سواد کوهی حاکم مازندران مجروح گردید خواجه شد. بارها اتفاق افتاده که جنگجویان در میدان کارزار بر اثر ضربتی از شمشیر یا تبر خواجه شده اند و بعید نیست که آقا محمد خان در جنگ قریه تنگ سر خواجه شده باشد. ولی اگر این روایت را بپذیریم و قائل شویم که آقا محمد خان قاجار در جنگ تنگ سر بر اثر زخم جنگی خواجه شده، مشکلی پیش می آید و آن مسئله ازدواج آقا محمد خان قاجار می باشد. در مشرق زمین پسرها و به خصوص پسران عمرا زود زن می گرفتن و دختران نیز زود شوهر می کردن و اگر آقا محمد خان در سال 1175 هجری قمری در میدان جنگ خواجه شده باشد، قبل از آن تاریخ زن و به احتمال زیاد فرزند داشته است.
زیرا تاریخ تولد آقا محمد خان به طوری که گفتیم سال 1155 هجری قمری است و در سال 1175 هجری آقا محمد خان یک مرد 20 ساله بوده و نمیتوان قبول کرد که در آن عصر یک شاهزاده یا امیرزاده تا سن 20 سالگی مجرد زندگی کند و پسران سلاطین و عمرا در سن 15 یا 16 و یا 17 سالگی زن می گرفتند. در اروپا همچنین بود و پسران سلاطین و عمرا در سن 15 یا 16 سالگی ازدواج می کردند و دختران در سن 13 و 14 سالگی به خانه شوهر می رفتند. اگر در اروپا دختری به 20 سالگی می رسید و به خانه شوهر نمی رفت، مورد نفرت قرار می گرفت و در قرن 18 میلادی به مناسبت اینکه دختران لویی 15 پادشاه فرانسه از سن 20 و 25 سالگی گذشتند و به خانه شوهر نرفتند، در نظر مردم ملعون جلوه کردند و فرانسویان می گفتند که چون خداوند خانواده لویی 15 را مورد لعن قرار داده، دخترانش به خانه شوهر نرفته اند و یکی از دختران لویی 15 به روایتی از اندوه اینکه نتوانست شوهر کند تارک دنیا شد و در صومعه سندنیس نزدیک پاریس سکونت کرد و تا آخر عمر در صومعه میزیست. پذیرفتن روایت سرهنگل اسمیت انگلیسی ممکن نیست مگر اینکه تاریخ تولد آقا محمد خان قاجار چند سال به ما نزدیک تر شود و این هم برخلاف تمام تواریخ است. در بین روایاتی که راجع به خواجه شدن آقا محمد خان قاجار ذکر کرده اند، روایت یک انگلیسی به اسم تیلور تامسون بیشتر با واقعیت‌های تاریخی به شرحی که تا اینجا از نظر خوانندگان گذشت مطابقت می‌نماید. گو اینکه قسمتی از آن که مربوط به عشق آقا محمد خان نسبت به دختر شیخ علی خان زند باشد مبهم است و نمیتوان فهمید که در چه تاریخ آقا محمد خان عاشق دختر شیخ علی خان زند شد و در کجا آن پسر و دختر به هم رسیدند. خلاصه روایت تیلور تامسون انگلیسی از این قرار است: شیخ علی خان زند که مثل اکثر افراد دودمان زندیه زیبا بود، دختری داشت بسیار خوشگل و آقا محمد خان قاجار عاشق آن دختر شد و چون خان جوان قاجار نیز زیبا بود، دختر شیخ علی خان زند دل را به جوان زیبای قاجار سپرد و آنگاه بدون اینکه مراسم عقد بین آن دو به عمل آمده باشد، مراسم زفاف به عمل آمد. اقتران آن پسر و دختر جوان بدون به انجام رسانیدن مراسم عقد جنایتی بود بزرگ و در قدیم غیر قابل بخشایش، و اگر جوان جنایتکار را به چنگ می آوردن مجازاتش این بود که مصلح شود، یعنی خواجه گردد. تیلور تامسون انگلیسی می گوید هنگامی که محمد حسن خان قاجار در قرق اشرف با شیخ علی خان زند می جنگید، آقا محمد خان قاجار پسر ارشد محمد حسن خان با پدر بود و جیران هم در میدان جنگ حضور داشت و هر دو اسیر شدند، ولی محمد حسن خان گریخت و سبز علی بیگ او را تعقیب نمود تا اینکه وی را به قتل رسانید و سرش را از پیکر جدا نمود.
شیخ علی خان زند همین که آقا محمد خان قاجار را به چنگ آورد خواست به قتلش برساند، ولی جیران مادر آقا محمد خان زبان به التماس گشود و تضرع کرد و از شیخ علی خان زند خواست که از قتل یا کور کردن پسر ارشدش صرف نظر نماید. شیخ علی خان زند به جیران گفت: پسر ارشد تو به دختر من تعرض کرده و حیثیت خانوادگی مرا متزلزل نموده است و من نمی توانم از مجازات او صرف نظر نمایم و خفیفترین مجازات مردی که یک دختر متشخص را از حیطه دوشیزگی آری کرده این است که خارج شود. جیران باز زبان به التماس گشود، اما شیخ علی خان نپذیرفت و جلاد را احضار نمود و آقا محمد خان قاجار به دست دشخیم خواجه گردید. و چون آقا محمد خان به کیفر خود رسیده بود، شیخ علی خان زند او و مادرش جیران را آزاد نمود که هر کجا می خواهند بروند. این روایت با توجه به رسوم آن عهد و تعصبی که مردم نسبت به مسائل مربوط به ناموس داشتن منطقی جلوه می کند، ولی تاریخ در مورد مناسبات آقا محمد خان و دختر شیخ علی خان زند ساکت است و نمی دانیم که اسم آن دختر چه بوده و در کجا با آقا محمد خان قاجار آشنا گردیده و به او رسیده است. اما خواجه کردن آقا محمد خان قاجار در طفولیت برای اینکه نسل پدرش قطع گردد روایتی است که موافق با منطق و عقل سلیم نمی باشد. محمد حسن خان رئیس طائفه اشاقباش پسران متعددی داشت که ارشد آنها آقا محمد خان قاجار بود و به طوری که گفتیم عادل شاه فقط آقا محمد خان را خواجه نمود و برادرش حسین قلی خان را خواجه نکرد. در همان وقت یک پسر خرد سال دیگر از صلب محمد حسن خان اشاقباش وجود داشت که او را هم خواجه نکردند. تیلور تامسون میگوید: بعد از اینکه آقا محمد خان قاجار را خواجه کردند و سر محمد حسن خان اشاقباش را از تن جدا نمودند و به تهران برای کریم خان زن بردن، جیران از فرزند خود آقا محمد خان قاجار خواست که به قرآن و شمشیر سوگن یاد نماید که نسل زندیه را طوری معدوم کند که حتی از هفتمین خویشاوند سببی آنها یک طفل باقی نماند. وقتی آقا محمد خان قاجار به سلطنت رسید و لطفعلی خان زند را به قتل رسانید، طوری نسل دودمان زند را برانداخت که نه فقط خویشاوندان سببی درجه هفتم زندیه را از بین برد، بلکه تمام نوکران و زنهای خدمتکار را که در منازل افراد طائفه زندیه خدمت می کردن از بین برد و کودکان آنان را هم به قتل رسانید. محازا کینه اش فرو ننشست، چون می اندیشید که شاید هنوز در بعضی از قسمتهای ایران افرادی از دودمان زندیه هستند و به قتل نرسیده اند، و به حاکم ایران اخطار نمود که هرگاه در حوزه حکومت آنها فردی از طائفه زندیه زندگی کند ولو خویشاوند سببی درجه هفتم باشد و آنها وی را از وجود آن شخص مطلع نکرده باشند شق خواهند شد. کینه خارق العاده آقا محمد خان قاجار نسبت به دودمان زندیه هم روایت تیلور تامسون انگلیسی را تقویت می کند و نشان می دهد که آقا محمد خان به دست یکی از امرای زندیه خواجه شد، نه به دست عادل شاه که از سلاطین دودمان نادری بود.
با اینکه نادر شاه فتح علی خان عشاق باش پدر محمد حسن خان را به قتل رسانید و جسدش را در آرامگاه خواجه ربیع در مشهد دفن کردن، آقا محمد خان نسبت به سلاطین نادری که در خراسان سلطنت می کردن و کرسی آنها مشهد بود بسیار کینه نداشت و بازماندگان نادرشاه تا زمان فتح علی شاه در خراسان حکومت داشتند و فتح علی شاه سلسله نادری را در خراسان برانداخت و به حکومت بازماندگان نادر در آن سرزمین خاتمه داد. اگر عادل شاه برادرزاده نادرشاه آقا محمد خان قاجار را خواجه می نمود، آیا ممکن بود که آن مرد یکدنده و با اراده و کینه‌توز بگذارد که بازماندگان نادر در خراسان حکومت کنند؟ آقا محمد خان حتی از خون بعضی از نوکران که در منازل افراد خانه زند خدمت می کردن نگذشت و چگونه ممکن بود که بگذارد بازماندگان یا خیشاوندان کسی که او را خواجه کرده اند در خراسان به حکومت ادامه دهند؟ برخی برانند که عادل شاه از این جهت آقا محمد خان یعنی پسر ارشد محمد حسن خان عشاق باش را خواجه کرد که بعد از پدر به سلطنت نرسد. این هم یک نظریه غیر منطقی است، زیرا اگر آقا محمد خان به سلطنت نمی رسید باری برادرانش به سلطنت می رسیدند و خواجه شدن او مانع از سلطنت برادرانش نمی شد. و اگر آقا محمد خان قاجار در طفولیت به دستور عادل شاه خواجه می گردید، زیبایی خود را از دست می داد. در صورتی که در خردسالی و آنگاه بعد از ورود به مرحله جوانی زیبا و خوش اندام بوده است. اما بعد از اینکه خواجه شد زشت گردید و صورتش به چهره پیر زنان شباهت پیدا کرد و در عوض تناسب اندام خود را تا آخرین روز زندگی خود حفظ نمود. آقا محمد خان قاجار از لحاظ بهداشت دو قرن از مردم آن عصر جلوتر بود و این یکی از دلایل غیر قابل انکار نبوغ اوست. می دانیم که خواجه ها چون از تمتع جنسی محروم هستند، اکول می شوند و محرومیت جنسی را با پر کردن شکم از انواع اطعمه جبران می نمایند. لیکن آقا محمد خان قاجار بعد از اینکه خواجه شد طوری بر نفس خود مسلط گردید که یک لقمه غذای زائد نمی خورد و برای اینکه هرگز افراط نکند غذای خود را با ترازو می کشید. در دو قرن قبل از این کشیدن قضا با ترازو یک عمل عجیب بود و کسانی که مشاهده می کردن مردی قضای خود را با ترازو می کشد یقین حاصل می کردن که وی از فرط لئامت قضای خود را توزین می نماید که مبادا دو لقمه نان بیشتر به مصرف برساند. قبل از آقا محمد خان قاجار هیچ کس قضای خود را با ترازو نکشید و او اولین کسی است که مبادرت به آن ابتکار کرد و همین موضوع لئامت او را در ایران مسجل نمود و مردم فکر نمی کردن در زندگی پادشاهی چون آقا محمد خان قاجار که هر سال چند میلیون تومان صرف هزینه قشون و سایر قسمتهای اداری کشور می کند صرف جویی کردن دو لقمه نان یا دو تکه گوش در روز اثر ندارد. در اینکه آقا محمد خان صرف جویی را از مادرش جیران فرا گرفته بود تردیدی وجود ندارد.
اما وی غذای خود را برای صرف جویی کردن یک قطعه نان یا یک تکه گوشت وزن نمی کرد، بلکه از این جهت وزن می نمود که بیش از میزان ضرورت غذا نخورد و مثل سایر خواجه ها فربه و دارای اندام بدون تناسب نشود. در روزی که آقا محمد خان قاجار به قصر رسید، از حیث تناسب اندام مثل دوره 20 سالگی بود، در صورتی که 56 سال از عمرش می گذشت. هنگام جنگ غذای او نخود برشته یا نخودچی بود و مقداری از آن را می خورد و چند جرعه آب روی آن می نوشید و تا وعده غذای دیگر به همان اکتفا می نمود. و اگر آقا محمد خان قاجار غذای خود را از روی لئامت توزیع می کرد، سربازانش را گرسنه نگاه می داشت، ولی او به سربازان خود غذای کامل می داد و می گفت تا شکم سرباز سیر نباشد برای من جنگ نخواهد کرد. دنیای کتاب صوتی.